یکی از سوالهایی که بارها از من پرسیده شده، مخصوصا توسط کسانی که از ویندوز مهاجرت کردن به مک، این پثیه که توی ویندوز خیلی استفاده میشه. به طور مثال شما قطعا دیدین، مثلا اگر بخواید توی افتر افکت این ایمیج سیکونس رو باز بکنید، میتونید خیلی راحت توی ویندوز اینجا فرضاً یه تکلیک بکنید، این پث رو کپی بکنید، اینجا هم پیست بکنید. اما توی مک چطور؟ این چیزیه که خیلی رو اذیت میکنه، چون به طور مثال من اگه بخوام الان همین فایل رو باز بکنم، بعد بیام اینجا توی مک اچ دی، توی یوزر، امیر، ورک، وی اف ایکس پروژکت، رندر، همینطوری بعد بیام پایین تا بتونم فایل رو پیدا کنم. راه حلش یه چیزی که توی فایندر شما توی منوی گو میبینید به اسم گو تو فولدر. خود این دستور شاید خیلی مهم نباشه، شورتکاتش که کامند شیفت و جی هست خیلی خیلی مهمه. الان با هم میبینیم به چه شکل. من اینجا یکی از کارهایی که میتونم بکنم، حالا یه روش خیلی راحت تر داره، اونم میگم خدمتتون، ولی حالا برای شروع شما میتونید از این فایل اینفو بگیرید، این مسیری که زده ور رو انتخاب بکنید، کپی کنید، بیایید اینجا توی افتر افکت کامند شیفت جی رو بزنید موقعی که اوپن رو میزنید. بذار من یه پروژه جدید درست بکنم. حالا اینجا من کامند شیفت جی رو میزنم و دقیقا شما این باکس چیزی که گفتم خدمتتون رو میبینید. حالا میتونید اون پت رو اینجا پیست بکنید و گو رو زمانی که میزنید دقیقا میایید توی همون فولدر و توی همون دایرکتوری. من اینجا اگه بخوام میتونم الان یه بار دیگه این کار بکنم. شما همونطور که میبینید توی داکیومنتس من به جای که اون مسیر طولانی رو برم، میتونم کامند شیفت جی رو بزنم، پیست بکنم اون پت رو، گو رو بزنم و حالا الان دیگه راحت میتونم به هر کدوم از این فایل‌ها که توی اون دایرکتوری هست دسترسی داشته باشم. این یکی از روش‌هایی که میشه این کار کرد. اما یه روش راحت‌تری هست، مخصوصا اگر از این اتفاق زیاد استفاده میکنید. شما اگر از برنامه‌ای مثل نیوک، مثل سینما 4D، حالا چیزای اینجوری استفاده بکنید، این موضوع خیلی اذیتتون میکنه، بخاطر اینکه به این پت‌ها شما زیاد نیاز پیدا میکنید. ما یه برنامه خیلی باحال کوچولو اینجا داریم که من یه درس کامل راجبش صحبت کردم به اسم اتوماتور. این اتوماتور رو شما یه نیو داکیومنت توش میزنید، یه سرویس اینجا انتخاب میکنید، چوز رو میزنید، اینجا میگه این سرویس میخواید روی چی کار بکنه. اینجا من میگم روی فایل و فولدرها و توی فایندر. این دوتا خیلی مهمه، حتما این دوتا رو بعد به این شکل انتخاب بکنید. و اینجا من یه کاپی رو سرچ میکنم، میگم اون چیزی که توی فایل، اون فایل یا فولدری که توی فایندر من هست و من انتخاب کردم رو کپی کن توی کلیپ بورد. دیگه هیچ کار خاصی نیاز نیست بکنید، به همین راحتی و به همین سادگی هست. حالا من اینجا اینو سیو میکنم، کامند اس رو میزنم، اسمش رو میذارم کپی پت. هر چیزی که دوست داشتید میتونید اسمش رو بذارید. به نظر من این اسمی که من شخصا راحت میتونم پیداش بکنم. حالا شما میگم باز به سلیقه خودتون اون چیزی که دوست داشتین انتخاب بکنید، میتونید بذارید کاپی تو پت یا حالا هر چیزی دیگه، یا پت خالی، اون چیزی که حالا مد نظر خودتونه. من اینجوری میبندم دیگه، کاری به کارش ندارم. اگرم شما سوالای بیشتری در مورد این اتوماتور دارید، اون درس اتوماتور رو که من رکورد کردم ببینید، واقعا نرسو به درد بخوریه. حالا اینجا من اگر بیام هر کدوم از این فایل ها رو انتخاب بکنم، به طور مثال من حالا میام اینجا اینو انتخاب میکنم، از الان به بعد توی این سرویس ها یه کاپی تو پت دارم. الان حالا چه من خود این فایل رو انتخاب بکنم، بیام اینجا توی این آیکون سرویسز کاپی پت رو بزنم، چه بیام توی فایندر سرویسز کاپی پت رو بزنم، و چه روش رایت کلیک بکنم و کاپی پت رو بزنم، باز همین یه کار رو انجام میده. حالا اینجا من اگر بیام دوباره همین کار رو بکنم، اگر دوباره کامند شیفت جی رو بزنم که این پت بار باز بشه، و کامند وی که همون پیست شماست، دقیقا همون فایل اینجا پتش پیست میشه. و من گو رو به محض اینکه بزنم، شما میبینید که خیلی راحت میتونم بیام همون فایل رو انتخاب بکنم و به همین سادگی حالا ایمپورت رو بزنم، اوپن بزنم، یا حالا هر چیز دیگه. دیگه نیاز نیست من هیچ وقت این کار رو تکرار بکنم. قشنگ این
میگم هر کدوم از این فایل ها، هر کدوم از اینا رو من خواستم میتونم روش رایت کلیک بکنم، کاپی پت تو هر برنامه‌ای که خواستم پیستش بکنم. مثلا من الان اینجا میام این رو کاپی پت رو میزنم و میام توی برنامه مثل فاینال کات که اصلا اون دیالوگ بار دیده نمیشه و اون جا نیست که شما بخواید پیست بکنید، باز هم اگر شما کامند شیفت جی رو بزنید اینجا باز میشه. حالا من میتونم این رو پیست بکنم، این فایل خاصم چون باش کار ندارم، دایرکتوریش برام مهمه، این جای فولدره برام مهمه، این رو اینجا پیست میکنم، گو رو میزنم و حالا خیلی راحت دوباره میتونم به تمام اون فایل ها اینجا توی فاینال کات دسترسی داشته باشم. اگر هم خواستید شما میتونید بیاید توی سیستم پریفرنسز، توی کیبورد، توی شورتکاتس، توی سرویسز، اون چیزی که درست کردید رو، حالا هر سرویسی که هست، هر چیزی که هست و اسمی که براش انتخاب کردید رو اینجا پیدا بکنید. برای من به طور مثال کاپی پته، اینجا دقیقا براش یه شورتکات درست بکنید که حتی دیگه نیاز نباشه شما برید توی سرویسز و روش رایت کلیک بکنید یا حالا هر چیز دیگه ای. من الان اینجا به طور مثال اگه بخوام میتونم این دیلی رو انتخاب بکنم، اصلا این پت بارم هم میبندم که دیگه دیده نشه. خود این رو من اینجا دیگه الان کنترل کامند سی رو میزنم، حالا میام توی فاینال کات، ایمپورت، کامند شیفت جی، اینجا حالا اون پت رو پیست میکنم، این هم پاک میکنه و حالا راحت میتونم خیلی خیلی سریع و ساده دسترسی داشته باشم به اون فایل ها و ایمپورتشون بکنم یا حالا هر کاری که دوست داشتم.